دیدبان جهانی حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل خواستار حمایت از جامعه شیعیان هزاره در افغانستان شدند. دیدبان حقوق بشر افزوده که گروه داعش طی 3 سال اخیر بیش از 17 حمله خونین علیه شیعیان هزاره انجام داده که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از 700 نفر شده است. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. شهادت 14 تن از شیعیان هزاره در مرز میان استان دایکندی و غور از استانهای مرکزی افغانستان موجی از واکنش‌های جهانی را برانگیخته است. روز جمعه دبیر کل سازمان ملل و گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر این سازمان ضمن محکوم کردن این رویداد آن را جنایت علیه بشریت خواند. دیدبان حقوق بشر هم روز شنبه 24 شهریور بر ضرورت حفاظت از جوامع در معرض خطر در افغانستان از جمله هزاره ها تأکید کرده است. این سازمان خاطر نشان کرده که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در آگوست 2021 گروه داعش مسئولیت حداقل 17 حمله علیه هزاره ها را بر عهده گرفته که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از 700 نفر شده است. دیدبان حقوق بشر گفته که گروه سنی‌های تندروی داعش از زمان ظهور در افغانستان در سال 2015 هزاران نفر از هزاره ها و دیگر اقلیت‌های مذهبی را کشته و زخمی کردند. دیدبان حقوق بشر اضافه کرده است که حمله اخیر بر نیاز فوری به اتخاذ تدابیر مؤثر از سوی طالبان برای حفاظت از تمام جوامع در معرض خطر در افغانستان از جمله هزاره ها و شیعیان تأکید می کند. همزمان سازمان عفو بین الملل در واکنش به شهادت 14 تن از شیعیان هزاره در دایکندی گفته که این حمله بخشی از یک الگوی گسترده و سیستماتیک از حملات عمدی علیه جامعه هزاره است. دفتر عفو بین الملل در جنوب آسیا هم گفته که هزاره ها از سال 2015 تا کنون به طور سازمان یافته هدف حمله قرار گرفتند. از سوی دیگر جمعی از کنشگران حقوق بشر افغانستان در واکنش به رویداد اخیر در دایکندی میگویند که طالبان مسئول حمله به هزاره ها و شیعیان در افغانستان هستند. این کنشگران حقوق بشر در بیانیه گفتند که این حمله ها به هدف حذف کلی و یا بخشی از هزاره ها در کشور صورت می گیرد. آنها می افزایند که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان تا کنون بیش از 30 حمله سیستماتیک، هدفمند و مسلحانه علیه هزاره ها صورت گرفته که حمله اخیر مصداق واضح جنایت علیه بشریت و نسل کشی هزاره هاست. این کنشگران از سازمان ملل متحد و کشورهای جهان می خواهند که نسل کشی هزاره ها را به رسمیت بشناسند و مکانیزم های حفاظتی بین المللی را برای حفاظت از هزاره ها و شیعیان افغانستان به کار گیرند. از مرتضی مطهری کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای مطهری سلام و عرض ادب. آقای مطهری، با توجه به موضوع گیری های گسترده جهانی و داخلی در رابطه با شهادت 14 تن از شیعیان هزاره، لطفاً ضمن بیان آخرین خبرها از این فاجعه تحلیل خودتون رو در این رابطه بفرمایید. سلام و درود خدمت شما، سلام و درود خدمت کسایی که ما شما را میبینم. من سلام تقدیم. بعد از این حمله تروریستی ما گزارش های را از سنگتخت و بندر دایکندی داریم که متاسفانه خانواده معظم شهدا از یک سو داغدار و غمدیده عزیزانشان هستند که اونا را از دست داده و از طرف دیگر خانواده هایی که عزیزانشان از دست داده کسایی بودند که اونا سرپرست خانواده بوده یا بچه جوان خانواده بوده که قبلا ناناور خانواده بوده، اما با شهادت اونا ما بقی اعضای خانواده با مشکلات مالی روبرو هست. خانواده های هستن که پدرشان از دست داده اما بچه هایشان کوچیک هست، نمیتونه که خرج و مخارج زندگی خود آماده بکنه، و یا هم خانواده هستن که
جوانشان از دست داده، پدر و مادرشان پیر است، نمیتونه خرج و مخارج زندگیشان آماده بکنه، یک موضوع. و موضوع بعدی، متاسفانه ما در طول 3 سال گذشته همیشه در رسانه ها گفتیم که حکومت طالبان یک حکومتی است که همیشه ضد هزاره ها و شهاد در افغانستان بوده و است، و بعضی ها ما را انتقاد میکردن. وقتی یک بچه کوچک پشتون در زابل داخل چا میره، وزیر داخل طالبان اونجا میره به خاطر کمک، وزیر دفاع طالبان اونجا میره به خاطر کمک. اما وقتی هزاره ها و شیعه ها در دایکنډي در هرات ترور میشه، با فجیع ترین شرایط به قتل میرسه، به شهادت میرسه، نه والی طالبان اونجا حضور پیدا میکنه، نه رسوال طالبان حضور پیدا میکنه، نه مقام بلند پایه طالبان حضور پیدا میکنه، و نه حملات محکوم میکنه، و نه عاملین حملات مجازات به دستگیر میکنه. وضعیت خانواده معظم شهدا در دایکنډي مناسب نیست. از یک سو اونا عزیزانشان از دست داده، و از طرف دیگر با مشکلات مالی روبرو هستیم. موضوع یک. بحث بعدی، انتقاد ما طالبای است. طالبایی که هر روز به رسانه ها میگه، با کشورهای همسایه افغانستان میگه ما در افغانستان امنیت آوردیم، از تمام شهروندان و اتباع افغانستان محافظت میکنیم. چرا در طول 3 سال گذشته از هزاره ها محافظت نشده؟ وقتی حمله تروریستی در هرات صورت گرفت، طالبان گفت ما عاملین یه حمله را مجازات میکنیم و دستگیر میکنیم. تا هنوز نه مجازات شده و نه دستگیر شده. در هر صورت طالبان مردم هزاره در افغانستان فریب میده و بازی میده، بعد از انجام حمله یک ابراز همدردی میکنه و تمام. و موضوع بعدی، دیدگاه ما رابطه با جامعه جهانی است. جامعه جهانی هم مقصر است در پیوند با وضعیت هزاره ها و شیعه در افغانستان. میبینه که هزاره ها در طول 40 سال گذشته در افغانستان و گونه های متفاوت هم قتل عام شده و هم گروگان گرفته شده توسط طالبان و داعش هم طالبان، تمام حملات رو میبینه. اما در آخر میگه ما فلان حمله رو محکوم میکنیم، یه حمله ضد بشری است. در صورتی که فعالین هزاره و شیعه در طول 3 سال گذشته چندین کمپاین راه اندازی کردن که باید قتل عام و نسل کشی هزاره ها به رسمیت شناخته شود، تا هنوز نه سازمان ملل متحد، نه شورای امنیت، نه دادگاه الهی هیچ اقدام را انجام نداده. این است از وضعیت هزاره ها و شیعه در افغانستان. و خواست ما اخیرا از نهادهای خیریه، از سازمان ملل متحد، از کسایی که با هزاره ها و شیعه ها در گذشته همکاری کرده، بازم میخواهیم که همکاری بکنند. خانواده معظم شهدا را فراموش نکنند. فصل زمستان نزدیک است. خانواده شهدای دایکنډي نیاز شدید به امکانات مالی و معیشتی دارند. بله، ممنونم از شما. با تشکر از مرتضی مطهری، کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.